روز یک شنبه گذشته خبرهایی مبنی بر اینکه رژیم تهران به پیروزی بزرگی بر آمریکا و بریتانیا دست یافته و اینکه تهران توانسته بدون امتیاز دادن 7 میلیارد دلار پول بلوکه شدهش را در ازای مبادله یک جاسوس آمریکایی دریافت کند و اینکه سرانجام بریتانیا موافقت کرد مبلغ 400 میلیون پوند در ازای آزادی یک زندانی دو تابعیتی بریتانیای ایرانی پرداخت کند در رسانه های ایران و جهان به شکل گسترده ای منتشر شد اما لندن و واشنگتن هر دو بلافاصله این خبرها را تکذیب کردند این جنجال خبری پس از فاش شدن فایل صوتی گفتگوی طولانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رخ داد که در آن به طور علنی درباره روابط و مناسبات بین نهادهای رژیم تهران که برای بسیاری از ایرانیان و غیر ایرانیان شناخته شده است صحبت کرد اما پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که چرا اکنون صاحب نظران امور ایران دو عقیده دارند گروه اول بر این باورند که درز این فایل صوتی به منظور بهبودی وضعیت محمد جواد ظریف نزد رای دهندگان احتمالی است که موافق توافق با آمریکا هستند و با انتشار این فایل صوتی می بایست شانس ظریف برای اعلام داوطلبی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بهبود یابد اما گروه دوم بر این عقیدند که درز این فایل صوتی به عمد توسط نیروهای تندروی رژیم انجام شده تا بهانه‌ای برای خراب کردن بازداشت یا جلوگیری از مشارکت ظریف در رقابت‌های سیاسی صورت گرفته است دو تحلیل متفاوت است اما همه آنچه ظریف گفت بر هیچ کس که اوضاع ایران را دنبال می‌کند نه پنهان بوده و نه تعجب برانگیز همه میدانند حسن روحانی و وزیر امور خارجهاش ظریف هیچ اختیاری در حکومت ندارند و همه بر سیطری دولت سایه در ایران تحت رهبری خامنه ای و بقیه آخوندها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه اطلاعاتی آن واقفند و آگاهی کامل دارند. صحبت های ظریف اطلاعات جدیدی نیست بلکه تنها ویژگی این اظهارات این است که برای اولین بار به طور رسمی از زبان یک مقام جمهوری اسلامی به طور علنی بیان شده است. کریستیان فونتن روز مدیر پروژه امنیتی ساکوکرافت خاورمیانه در شورای آتلانتیک در این باره میگوید برخی از آمریکایی ها به ویژه کسانی که در گذشته به توافق هسته سال 2015 با ایران رسیده اند نمیخواهند بفهمند که افرادی مانند حسن روحانی و جواد ظریف در تصمیم گیری برای مسائل مهم در ایران هیچ نقشی ندارند و در نهایت برای انجام هر توافقی باید به ایران بازگردند رضایت خامنه ای و سپاه پاسداران جلب کنند بنابراین باید از این مقام آمریکایی پرسید آیا سرانجام آمریکاییان دریافتند که تیم مذاکره کننده ای ایرانی هیچ اختیاری ندارد آن هم در حالی که خود این مقام آمریکایی میدانند که روحانی و ظریف نقش اساسی ایفا نمی کنند اما او برای توجیه این بی اختیاری و هیچ کار بودن میگوید تیم ما نیز در وین باید از دولت ایالات متحده تایید بگیرد زیرا تیم وزارت خارجه در آمریکا نیز حرف نهایی را در آمریکا نمیزند اما بلافاصله برای اینکه واقعیت را بیش از این نمیتوان تحریف کرد می اما در هر صورت آنها مانند عروسک خیمه شبازی هم نیستند بلکه در وظایف و مسئولیتی که بر عهده دارند متخصص و کارشناس هستند فونتن درباره این پرسش که آیا توافق جدید آمریکایی ها با جمهوری اسلامی بر سر همان توافق نامه سال 2015 خواهد بود یا بندهای دیگری به آن افزوده خواهد شد میگوید تجدید و گسترش توافق هسته‌ای باید همزمان با هم انجام شود او می افساید توافق نامه اصلی سال 2015 و پیوست آن به زودی پایان می و تیم ما به دنبال نکات جدیدی برای توافق نامه جدید است اما رژیم ایران میگوید که نمی خواهد در مورد مسائل تازه بحث کند و به توافق قبلی همونطور که بوده پایبند خواهد ماند چون این موضعی از سوی ایران ما را به جایی نمیرساند و ما را از رسیدن به راه حل دور می کند. باید بدانیم که تحریم های علیه تهران وجود دارد که دولت بایدن نمیتواند یک جانبه آنها را لغو کند تحریم هایی که به دلیل تأمین مالی تروریسم برای ایران در نظر گرفته شده و اگر ایران به حمایت از تروریسم ادامه بدهد دولت بایدن به هیچ عنوان قادر به تصمیم درباره لغو آن تحریم ها نیست یک شنبه گذشته شایعه شد که ظریف استعفا داده است فانتن روز در این ارتباط گفت ممکن است ظریف استعفا داده باشد تا نامزدی خود را برای ریاست جمهوری بخواهد اعلام کن. اما در حقیقت ظریف مورد انتقاد شدید خامنه ای قرار گرفته که به سراحت به او گفت وزارت خارجه در هیچ جای دنیا تصمیم گیرنده نیست بنابراین حتی اگر ظریف بخواهد برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری استعفا هم بدهد او دیگر قادر نخواهد بود در خط مقدم بازیگران سیاسی قرار داشته باشد چرا که ساختار سیاسی در حکومت ایران بگونه ای نیست که یک سیاستمدار بتواند چنین اظهاراتی بکند و سپس به زندگی سیاسی خود ادامه بدهد محمد جواد ظریف ممکن است در آینده ترد و حتی محاکمه بشود همچنین او از سوی شورای نگهبان برای اعلام نامزدی جهت شرکت در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تایید نخواهد شد وقتی سوال می شود چرا روز یک شنبه شایعه و دروغ استعفای ظریف پخش شد این مقام آمریکایی پاسخ میدهد برای فشار بر آمریکا و همچنین مصرف داخلی در ایران با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری نیروهای افراطی می به رای دهندگان نشان بدهند که جریان تندرو رو در حال پیش است از کریستیان فونتن روز همچنین سوال شد اگر ظریف برای ریاست جمهوری نامزد شود آیا آمریکا امتیازاتی مانند برداشتن برخی تحریم ها برای حمایت از او ارائه خواهد داد وی در پاسخ گفت آمریکا آماده است اگر ایران اقدامات لازم را انجام دهد برخی امتیازات بدهد اما من نمیدانم که اگر آمریکا برخی از تحریم ها را برای کمک به ظریف بردارد رژیم ایران آن را نوعی پیروزی برای خود بداند این مقام آمریکایی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کنید سپاه پاسداران به میان روها حتی یک نقش هاشیهی خواهد داد گفت سپاه تصمیم قاطع گرفته تا تندروهای خود را نامزد ریاست جمهوری کند و به اعتدال گرایان هیچ فرصتی نخواهد داد وی در واکنش به اینکه پس با این تفاصیل تغییری در رفتار رژیم ایران نخواهیم دید میگوید ما هرگز انتظار هیچ تغییری در رفتار جمهوری اسلامی نداریم ما انتظار نداریم که آنها با یک جدول زمانی برای محدود کردن فعالیت تروریستی و گروه های وابسته به خود یا برنامه های توسعه طلبی خود در منطقه موافقت کنند حتی انتظار نداریم که آنها بحث درباره این موارد را بپذیرند کریستیان فونتن روز میگوید این قضیه مهمی است که مشکل و معضل وجودی رژیم تهران از خارج قابل حل نیست یکی از بزرگترین مشکلات این است که رژیم ایران به خواسته های مردم خود هیچ اهمیتی نمیدهد و برای بهبود وضعیت مردم حاضر نیست هیچ تغییری ایجاد کنند مردم ایران میخواهند رژیم در مورد زندگی معیشتی آنها چاره و فکر کند اما رژیم تهران تنها به فکر تثبیت قدرت خود است و همه امکانات کشور را برای تأمین مالی نهادهای خود در در داخل و خارج صرف می کند به همین دلیل تا زمانی که مردم ایران خود دست به کار نشوند و انگیزه ای برای تغییر نداشته باشند و بر این رژیم فشار وارد نکنند هیچ تغییری در ایران نخواهیم دید درباره روابط ویژه چین و روسیه با جمهوری اسلامی ایران این مقام آمریکایی گفت من فکر نمی کنم چین و روسیه به دنبال روابط استثنایی با ایران باشند هر دو کشور از روابط با ایران تنها به عنوان ابزاری برای تقویت موزه ضد آمریکایی خود در منطقه استفاده می کنند آنها به موازات برقراری رابطه با ایران به دنبال تقویت روابط خود با متحدان آمریکا در منطقه هستند و در واقع در آینده هم هیچ روابط متمایزی میان این دو کشور با ایران وجود نخواهد داشت. کریستین فونتن روز درباره تلاش اروپایی ها برای متقاعد کردن رژیم ایران جهت تغییر روی کرده خود در منطقه و اینکه آیا اروپا موفق به متقاعد کردن تهران می شود یا نه می گوید من فکر نمی کنم اروپا اکنون شانس متقاعد کردن ایران در این شرایط را داشته باشد البته نه به این دلیل که اروپایی ها خوب عمل می بلکه به این دلیل که سه طرفین توافق ای یعنی اروپا چین و آمریکا خود با همدیگر درگیر هستند و تا زمانی که درگیری این سه نیروی بزرگ پایان نیافته رژیم ایران شانس تمرد و زیاده روی و پافشاری بر مواضع خود را دارد رژیم ایران میداند که هدف اروپا در نهایت نزدیک شدن هرچه بیشتر به دولت جدید آمریکاست بنابراین به اروپا به عنوان میانجی یا داور طرف نگاه نمی کند. بلکه موضع اروپا را همسو با مواضع آمریکا میداند حالا مردم ایران در داخل و جامعه جهانی چه مدت باید منتظر مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق جدید بمانند؟ فونتروز میگوید گزینه‌های دیگری غیر از مذاکره کدامند؟ آیا گزینه‌های دیگری غیر از انتظار برای نتایج مذاکرات وجود دارد؟ وی افزود البته ما مدت زمان زیادی منتظر ماندیم حملات سایبری به تأسیسات ایران صورت گرفت این حملات از هر کشوری که انجام شده باشد به حکومت ایران هشدار داد که ما مدت زیادی منتظر نخواهیم ماند تا کنون ما به فکر و روش های پایبند بوده ایم و منتظریم که رژیم ایران افزایش فعالیت های خود را متوقف کند اما باید به آمریکاییان گفت در حالی که شما به روش های پایبند هستید رژیم ایران همچنان به تقویت گروه های نیابتی تروریستی خود در عراق، سوریه، لبنان و یمن و بر روی کرده تروریستی صدور و نشر اندیشه های فرقی و افراطی در منطقه همچنان ادامه می دهد در مقابل واشنگتن در صدد ترقیب و تشویق این رژیم واپسگرا با روش های است. بیهوده نیست که جمهوری اسلامی ایران میخواهد برنامه های خود را از سایر برنامه ها و پرونده جدا نگه داشته باشد چون رژیم فکر توسعه طلبی است و این تفکر وجودی هرگز قابل تغییر نیست. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.